بابا من مدیر بودم دارم به شما این حرف میزنم من قبل ساختن اگه اینقدر جواب جا کردی اینقدرش مال ماست ما هم داریم یا اینقدر تر بگم صحبت های محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد پرونده ای که فوتبال ایران را تکان داده حالا همه میدانند صحبت از کدام تیم است مثل رفسنجان تیمی که هفته بعد در فینال جام حذفی ایران به میدان می هرچند گفته شده ابعاد تخلف آنقدر بزرگ است که در صورت قهرمانی مثل رفسنجان مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را نخواهد گرفت. این اتهامها ها مربوط به چند فصل پیش است و حالا بلای جان این تیم و کادر فنی فعلی آن شده که میگویند حقوقشان را کامل نگرفتند. ماجرایی که حالا رسمی شده و کمتر رسانه در ایران است که به آن نپرداخته اون باشگاه کرمانی باشگاه مثل رفزنجانه چند تا از همکاران من تو رسانه های سرشناس پاشون باز شده به این پرونده و تو یک هفته گذشته چندین بار از تهران رفتن به کرمان اما ماجرا از چه قرار است؟ هنم مدیری که اومده سکه گرفته هیه ایرانیه باشگاه دوست ایرانی سکه رو برده عمل فروخته برای خوش برداشته تو باشگاه جا به جا کرده با توجه به اینکه پرونده مربوط به چهار سال پیش است از سرمربی سابق مثل رفسنجان محمد ربیعی هم صحبت شده تا اینجای کار فدراسیون فوتبال ایران مجبور شده دو مدیر ارشد خودش را از هر گونه ارتباط با فوتبال تعلیق کند رئیس فدراسیون گفته مسئله جدی است و با متخلف ها برخورد خواهد شد یکی از این دو نفر سهيل مهدی رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران و دیگری خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران که پیش از این هم به دلیل فعالیت های بحث برانگیزش و مشکلات جدی داوری فوتبال در کشور زیر ذره قرار داشت. نه از روز اولی که اومد تو فوتبال شناسنامه شد یک این برای داوری نیمه شناسنامه شد قبلش هم 69 بود. دقیقاً 11 خب دو سال سقره دیگه پس برای داوری نداره. باید داوری نکرد از باید نو... اصلا این سن واقعیش هفتاد یکه ولی چیه شما که میگی 69 مال نمای داوریش شما میگی 69 میگم آقا متولد چنده شما 1371 طبق شناسنام خب بچا الان میگی 69 میگم تو میگی سقراط کرده میگم دو سال شناسنامش کوچیک کرده خب خب چه پوینت ایز چرا کوچیک کرده مشکل چیه مشکل نداره ببین کوچیک کنیم آقا من اصلا پوینت نه نه یه لحظه وایسا اگر خلاف کوچیک کرده شما که شو آره کوچیک کردن مگه خلاف نه اصلا درست کوچیک کرده از مثل رفسنجان و پرونده فساد در آینده بیشتر خواهیم شنید سوال زیادی که فعلا جوابی برای آن نیست این ماجرا تا کجا پیش می رود چرا فساد این پرونده دامن بعضی اصحاب رسانه را گرفته ممکن است تیم های دیگری هم تخلف های مشابه کرده باشند با خاطیان چه برخوردی می شود آیا این شروع پاکسازی فوتبال کشور است و باید به فال نیک گرفته شود؟ بگم عجی مجی لا فوتبال تو فوتبال من نمیتون پوریا جافره بی بی سی آقا الان من به کجا